سوال بر مبنای یکی از تمرینای کتابه، یه ذره رو اعصابه. گفته توپی پس از هر مرحله برخورد با زمین به اندازه ثلث ارتفاع قبلی بالا میاد. خب یعنی من اگر الان این توپو اینجا ولش کنم بخوره زمین، موقعی که میخوره زمین هوا میره به اندازه یک سوم قبلش باید بیاد بالا. گفته اگه بعد از 5 بار خوردن زمین ارتفاع توپ از زمین بشه 10 سانت، یعنی من ولش کنم بخوره زمین دوباره بیاد بالا، دوباره بخوره زمین بیاد بالا، 5 بار بخوره زمین، بعد از خوردن زمین 5 بار بیاد بالا تا 10 سانت میاد بالا فقط. میگه اول از چه ارتفاعی رهاش کردیم؟ یه الگو بیا براش در بیاریم. این زمین، من توپمو، این توپ منه، از ارتفاع x ولش میکنم. وقتی که ولش بکنم میخوره زمین هوا میره، قرار شد به اندازه ثلثش باشه، x سوم میاد بالا، دوباره x سوم میاد پایین. تا اینجا مشکلی نیست. حالا وقتی که میخوره زمین، این اولین باریه که زمین خورده دیگه، یعنی اولین بار اینجا خورد زمین اومد بالا، این دومین بار داره میخوره زمین. وقتی بار دوم میخوره زمین تا چه ارتفاعی بالا میره؟ x سوم قبلی میشه x نهم. قبلی بود x سوم، این شد x نهم. پس چی شد؟ بار اولی که زمین خورد x سوم، بار دومی که زمین خورد، من با یه رنگ دیگه مشخص کنم قشنگ ببینی، این بار اولی که زمین خورد، بار اول، تو بار اول چقدر اومد؟ x سوم. اینجایی که زمین خورد، بار دوم، بار دومی که زمین خورد چقدر رفت بالا؟ x نهم. اه چه تابلو، بار اول 3 به توان 1، بار دوم 3 به توان 2. پس من اگر بخوام بار پنجم رو بررسی بکنم، بعد از زمین خوردن بار پنجم به اندازه 3 به توان 5 میره بالا، یعنی تو مخرج 3 به توان 5 باید باشه. حالا گفته این 10 سانت. خب این میشه 10، 3 به توان 5 رو باید حفظ باشی، 243. پس x میشه 2430 سانتیمتر یا همون 24.3 متر. گزینه 4.